در این قسمت و در این کنفرانس می نشینیم پای صحبت ثریا شهابی از فعالین رهایی زن. اطلاع دارم از فعالیت هایی که رفقا کردم و دوست دارم صحبتم رو با درود فرستادن به کار و زحمات و فعالیت واقعا انقلابی و بی نظیری که دوستان دیبا، ثریا، آزاد و سردشت کردن و بقیه رفقایی کردن تو ایران هستن درود بفرستم و تو صحبتام سعی میکنم که تبیین خودم رو از فعالیت این دوستان بگم. اینا فقط آهادی نیستن که امروز ما اینجا میبینیم و در مورد فعالیتاشون صحبت میکنیم. به نظر من این دوستان، این رفقا، این فعالین، سازمان دهندگان، رهبران و بخش آگاهی جنبش پرتپش دفاع از حقوق زن تو ایران هستن. من از جنبش زنان وقتی صحبت میکنم، مثلا کمپین 1,000,000 امضا و خانم عبادی و خانم خراسانی و این طیف فمینیستای اسلامی که مهم نیست مسلمانن یا مسلمان نیستن، فمینیست اسلامی هن، سعی میکنن که تعبین آقای صانعی رو بر تعبین آقای خامنه ای به اصطلاح غالب بکنن. در مقابل اونا ما یه طیفی از رهبران، شخصیت‌ها و فعالین رادیکال سوسیالیست و انقلابی داریم که امروز در بین ما هستن و به نظر من این جمع این رابطه رو با این دوستان داره. ببینید ما الان میگم بازم با درود فرستادن به فعالیت‌های این رفقا و خودشون، من دوست دارم کوتاه در مورد این که الان جنبش زنان در چه وضعیتی هست صحبت بکنم. ما داریم وارد بسیار بسیار دوران بسیار پرتحولی میشیم تو دنیا، دورانی که تحولات اروپای شرقی به نسبتش هیچ نیست و این از خاورمیانه، از آفریقا، شمال آفریقا، کشور عربی و خاورمیانه شروع شده. ایران بی نصیب نخواهد بود از این تحولات. این تحولات حتما روی ایران تأثیر میذاره. فقط بازم میگم مقایسش با تحولات بلوک شرق، به اصطلاح اون انقلابات نارنجی، ایده های هر نوع عدالت خواهی، هر نوع برابری طلبی، هر نوع ادعای این که جامعه طبقاتیه و میشه آدم ها مساوی با هم زندگی کنن، اینا رو گذاشت کنار دیوار و بمباران کرد و تیرباران کرد. کسی دیگه جرئت نمیکرد حرف بزنه در مورد این که برابری خوبه، جامعه مسئول در مقابل کودکان، در مقابل انسان. اتفاقی که الان داره میفته درست برعکسشه. میلیون ها نفر اومدن و مستبدترین و مرتجع ترین حکومت ها رو یکی پس از دیگری دارن به زیر میکشن و تمام جهان منتظر این تحولات سرنوشت غرب رو هم معلوم خواهد کرد، سرنوشت کل سیمای جهان رو تغییر خواهد داد. ما چیکار میکنیم؟ ایران چه اتفاقی میفته؟ جنبش زنان که یک پای تحولات و یک رکن تحولات سیاسی آینده تو ایرانه، به کدوم طرف خواهد رفت؟ اتفاقی که افتاد با غلبه گرایش، من اسمش میذارم فمینیسم اسلامی، به نظر من طیفی از فعالین رادیکال و روشنبین و آگاه و سوسیالیست جنبش زنان رو به انزوا کشوند، ظاهرا به انزوا کشوند. ولی وقتی در مورد جنبش زنان صحبت میکنیم، به نظر من جنبش اینا بازتاب جنبش زنان نیستن. جنبش زنان اون جنبشیه که تو ایران که نسلی رو که امروز ما تو چهره دیبا و ثریا و بقیه دوستان میبینیم به میدون آورده که هیچ بدهکار انقلاب 57 نیست، هیچ بدهی به هیچ کدوم از جوانان به اون انقلاب شکست خورده نداره. رأساً مطالباتش میخوان خیلی پیشروتر از 8 مارس 58 یه که فکر کنم سلیمان اشاره کرد یا دیبا یا لیلا که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. اون خیلی دفاعی بود، این خیلی تعرضیه، خیلی ماکسیمالیسته. قطعنامه‌هاشون رو میبینیم، مطالباتش رو میبینیم. این مطالبات و این حرکات بیایید عمق جامعه ایران گره خورده. من دوست دارم یه چیز رو فقط اشاره بکنم بهش. ببینید تو اوج این که خانم عبادی داره تبیین جدیدی از اسلام زن دوست داره میده، دختر خلخالی که نسل دوم آیت الله هایی هست، آیت الله زاده هایی هستن که لابد اینا باید خب خیلی دیگه اسلامی میبودن، یه نوشته سر حجاب و میگه که حجاب پوشش نیست. اینجا ما تو غرب وقتی میگفتیم حجاب پوشش نیست، فمینیستا حمله میکردن بهمون که پوشش و حق زن، میگه حجاب پوشش نیست، حجاب سمبل جدایی جنسی و من چطوری له شدم تو این جامعه. این فعالیت ها باستاب اون خواست هاست. اون خواست ها تو جامعه وجود داره.
میلیون ها دختر و جوون، دختر بچه و جوون و پسر و دختری که چشم یه جامعه باز کردن که توش کمترین حقی نداشتن، حق معاشرت با هم دیگر نداشتن و به این تعرض دارم کن. این تعرض وجود داره، این جنبش نخوابیده، این جنبش رو نه خانم های کمپین 1 میلیون امضا نمایندگی میکنه، نه سبز نمایندگی میکنه. این جنبش رو دیبا و سریا و سردشت و آزاد و اینا دارن نمایندگی میکنن، اینا نمایندگی کردن. این جنبش وجود داره و این جنبش پرتپشه و شخصیت ها و فعالینی که به اون جنبش وصلن امروز توسط اون موج و سیلی که توسط جنبش سبز اومد و رنگ خودش رو به همه اعتراضات تو جامعه زد، بی دلیل به انزوا کشونده شدن و این قابل ادامه نیست. به این دلیل که نیازی که توی جامعه وجود داره، تپشی که توی جامعه وجود داره و میخواد، خواستهایی میخواد که تره به ریشه این خورد نمیکنه که رفسنجانی چی میگه و صانعی راجع به قرائت قرآن چی میگه، اون خواستاشو میخواد، اون مطالباتشو میخواد. چطوری این ببین، صحبت بعد از شکست جنبش سبز، گرایشات مختلف به اصطلاح تو جنبش زنان دارن بحث میکنن که چی شد و چی نشد و چطوری میشه اتحاد به وجود آورد توی گرایشات مختلف زنان. چرا باید دختر بچه‌ای که کمتر از حق خودش، کمتر از هیچ پسری نمیدونه تو جامعه و مخالف حجابه، مخالف دخالت مذهب تو زندگیشه، چرا باید با خواست خانمی که توی مجلس نشسته و میخواد یه خورده فضای زندگیشو ریلکس بکنه، رنگ چادرشو عوض کنه، خانم زهرا رهنورد که یه خورده مقررات حکومتداریشونو معتدل بکنن به نفع خودشون، چرا باید اینا اتحاد کنن؟ اتحادی بین اینها وجود نداره. تو جنبش زنان گرایشات مختلف هست. یه گرایش دردش اینه که تو چارچوب قانون هست و پرو رژیمه. کمپین 1 میلیون انزا کمپین پرو رژیمه، کمپین اینه که توی جمهوری اسلامی یه تعدیلاتی بدیم و به نفع تعداد خانمایی که توی قدرت هستن رو زیاد بکنیم و یه خورده رنگ حجاب رو عوض بکنیم و فضا رو برای خودمون یه طیفی از زنان تکنوکرات و زنان صاحب مقام یه خورده فضا رو ریلکس بکنیم. این هیچ ربطی به اون دختری که به زور میکشننش تو تاکسی و جونش هم میذاره رو اینکه فوش بده به بسیجی و کتکشون بزنه و جوانایی که به خاطر اینکه یه دختری رو از دست بسیجی درارن که بسیجی رو میزنن ربطی نداره. اون جنبش وجود داره، زنده است و اگر به خواستهاش جواب داده نشه، به نظر من کمکاری ماست و کوتاهی ماست. و من فکر میکنم که تو تحولات آتی زنان چپ، فعالین سکولار، فعالین سوسیالیست زنان باید این پوسته رو بشکنن و به عنوان کسایی که میتونن یه پلتفرم چپ رادیکال و سوسیالیستی پیش پای همین بحثایی که دوستان تو قطعنامه‌هاشون میکنن، جدایی مذهب از دولت، جدایی مذهب از آموزش و پرورش، لغو حجاب کودکان، لغو حجاب اجباری، آزادی عقیده و بیان، آزادی تشکل، آزادی اجتماعات، اینا رو پرچم به عنوان طیف آگاهی که میخواد این جنبش رو رهبری بکنه به میدون بیان و این تعرضی رو که راست، این تعرض فمینیسم اسلامی رو که در باد حمایت غرب خوابیده رو، این رو به راحتی میشه عقب زد و این به نظر من دست فعالین رادیکال چپ و سوسیالیستی رو میبوسه که تعدادشون خیلی خیلی زیاده توی ایران، همین الان هم هستن و وصلن به اون تپشی که تو عمق جامعه هست و توی خارج کشور زنایی که احساس خفقان میکنن از این تعرضی که راست به مطالباتشون کرد، این رو میتونن عقب بزنن. لیلا اشاره کرد به اینکه میشه خیلی کارا کرد. به نظر منم میشه خیلی کارا کرد، میشه خیلی فعالیت‌های وسیع رو سازمان داد با مطالباتی که بیانگر خواست‌ها و آمال و آرزوهای نسلی باشه که کمترین ارزشی نه برای قرآن و نه برای تفسیر اسلامی قائله و کمترین حقی برای خودش نسبت به جنس مخالف قائل نیست و بالاترین آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های فردی رو می‌خواد. به هر حال من فکر می‌کنم که کنار زدن این پوسته لابیزم دولتی که اساساً به حمایت غرب خودش رو به عنوان جنبش زنان که تو چهره خانم رهنورد، که من فکر می‌کنم که واقعا از هر دختر بچه‌ای تو ایران بپرسی اصلا تهوعش میگیره این رو نماینده خودش بدونه، این رو این تعرض هست و این الان شرایط آماده است با توجه به تحولات جهانی و تأثیراتی که تو ایران میذاره، شرایط آماده است که
جنبش رادیکال و جنبش ماکسیمالیست و سکولار دفاع از حقوق زنان پا پیش بذاره با مطالبات مستقلش و اینا رو افشا بکنه که درد شماها درد اکثریت جامعه محروم ایران که سهم خودش رو از زندگی نمیدونه، شما نماینده اون نیستین و ما میتونیم این جنبش رو سازمان بدیم. ببینید، من یه مثالی فقط دوست داشتم اینجا بزنم که تأثیر حضور این دوستان رو تو ایران فقط شاید بتونم اینجوری نشون بدم. شما کمپین جیلا و بختیار رو داشتین تو مریوان که ما کناری صحبت میکردیم. این طیف از فعالین اگه نبودن، مریوان صحنه اجرای مراسم دعا بود. ده ها کسی که حتما یادتونه دعا رو توی کردستان عراق چطوری چقدر شنی زشکش کردن، به راحتی شاهد این صحنه ها میتونستیم تو گوشه و کنار کردستان باشیم. و اگر این اتفاق نیفتاد، عمل آگاهانه و دخالت آگاهانه طیفی از فعالین سوسیالیست زنان تو کردستان ایران بودن و این به نظر من قامت بلند اینا رو نشون میده و وظایف زیادی رو پیش پاشون میذاره که باید بهش جواب بدن. مرسی.